بهترین دروازه‌بان دنیا، پنالتی میگیرم مثل شیر، نه مثل فیل، شیره میزنم مثل میمون، برای فیل این خودش خیلیه. ممکنه تو پا از دست بدم ولی پیک شادی رو از دست نمیدم. دوست عزیزی برامون در مورد بحران سوخت که رژیم پلید آخوندی به مردم اون تحمیل کرده قطعات کوتاه طنزی فرستادن، همینطور ضرب المثل هایی با استفاده از کلمه بنزین ساختن که بسیار جالب هست و پیشنهاد کردن که در برنامه چهارراه استراتژی به کار بگیریم که حتما این کار رو خواهیم کرد. منتها در ایمیلشون دو بیت شعرم برامون فرستادن، نوشتن که تو را چون خواب شیرین دوست دارم، چو عطر پاک بنزین دوست دارم، منم آن کارت کفتاده است بر خاک، تو را ای پمپ بنزین دوست دارم. در پاسخ به این شعر زیبا و این طنز نغزی که دوستمون برامون فرستادن، یکی از طنز پردازان پیک شادی هم گفت چه خوش شعری، برایم باز بفرست که طنز نغز چون این دوست دارم. سلام، من غلامرضا قیانوری گزارشگر واحد مرکزی خبر هستم، خیلی خوشحالم. منم سر از خاک بیرون آوردم و قنچه کردم، قنچم اینه، ببین وقتی گل بکنم چه شکلی میشم. قول شاعر که میگه گل صدبرگ ز روی غلام قیانوری فرو مانده خجل، که گمان برد که او هم رخ زیبا چو آقا غلام دارد. همونطور که میدونید مردم همیشه در صحنه و کفن پوش ما انتقاداتی نسبت به دولت مهربان آقای احمدی نژاد دارن، که با هم میریم توی صحنه و آهاد ملت رو میبینیم که ببینیم انتقاداتشون نسبت به دولت چی هستش. همراه با غلام قیانوری بیایید که فرو مانید خجل. این تیکرم خودم گفتم، بریم. معلومه خیلی به دولت مهربان آقای احمدی نژاد انتقاد دارید. میخواید اول جلوی خونتون آب پاشی بکنید بعد من بیام نکاتتون رو بگید؟ آب چی آب نباد، این نفته، نفت داریم. ما اینجا تو نفت داریم گوته میخوریم. از موقعی که دولت آقای احمدی نژاد تصمیم گرفتن که نفت رو بیارن سر سفره‌مون، تمام زندگیمون با این نفت گرفته. در یخچال وا میکنه توش پارچه نفته. شیره آبو باز میکنه همینجوری نفت میاد. از نفت چیکه میکنه؟ نفته. آب گوشتمون شده نفت گوش. تمام زندگیمون خلاصه به نفت گرفته. بابا لاستیک بچه‌رم که چک میکنی نفته. قربون شکلت برم. از این تو توجه کرده باشین، ما قبل از اینکه آقای احمدی نژاد بیاد رو نفت نشسته بودیم. حالا اگه دقت کنید نفت رو ما نشسته. حرفتون با دولت ادارت مدار چیه؟ یه حرف بیشتر ندارم، اونم اینه که تا کی باید زندگی من و آینده بچه‌هامو بوی نفت بده. فهمیدی؟ آتیش و انفجار زندگی من و نوگلامو داره تهدید میکنه. بهتره آقای احمدی نژاد یه خورده از اون حق مسلم هسته‌ای بیارن سر سفره‌مون، که دیگه زندگی ما انقدر تهدید نشه، بتونیم زندگی دیگران رو تهدید کنیم. خیلی متشکرم. نفتو من بریزم. آقا اقتصاد مملکت بیماره، من دارم میگم دیگه، اقتصاد مملکت بیماره. آخه رفاه و آسایش تا کی؟ ارزونی تا کجا؟ ارزونی تا کجا؟ تا اینجا؟ خب نه قربون دارم تا اینجا. رفاه تا کجا؟ تا اینجا. تورم تا کجا؟ تا اینجا. نه قربون شکلت برم، آخه نمیشه که من صبح پسرا رو فرستادم بره برای خودش 100 گرم پاپ کورن بخره، برگشتیدم با یه گله فیل برگشته، میگه بابا بیا برام سیرک بازی کن. دخترمو فرستادم بره 1 کیلو پرتقال بخره، خبر آوردن رفته محضر. مبارک بشه ان شاء الله. قربانت برم. چی رو مبارکه ان شاء الله؟ رفته محضر، سند واقع پرتغالو به نامش کنن. من اعتراض دارم به این قضیه، معترضم. حرف من نیست، حرف همه هم هست آخه. قربون شکلت برم. اصلا درک نمی‌کنن ما رو. من همین الان دارم تحصن برمیگردم. شما اجناسو نها کن. همین دارم تحصن برمیگردم. چرا رفتم تحصن؟ آقا حقوق 4 سال آیندهمو بهم دادن. ایدی هم بهش دادن هیچ. بهم گفتن که اضافه کاری هم بهت میدیم هیچ. یک سالم مرخصی بهم دادن با حقوق هیچ. آقا من معترضم به این قضیه. تا کی میخواد این وضعیت اینجوری بمونه؟ من اصلا نمیتونم تحمل کنم. خود آقای محمود احمدی نژاد با این ریخت و قیافش دماغشو بگیری اتاقا میزنه. آقا من با این تورم چجوری دست و پنجه نرم کنم؟ قربون شکلت برم. با اجازت بگی آقا متفقم بگی. نه آقا فیلم نگیر، خواهش میکنم. من تصمیم خودمو گرفتم، هیچ کس هم نمیتونه تصمیم منو عوض کنه. من خودمو به خاطر این زندگی بی هیجان میخوام پرت کنم پایین. وصیت‌نامه‌ام توی این جیبمه، هر وقت افتادم پایین مردم شما دیگه وصیت‌نامه‌ام بخونید. آخه حیف نیست تو رو خدا جلوی این ساختمون رو کثیف کاری کنی؟ نه آقا این چرت به شما میزنی. این زندگی بی هیجان خسته شدم. از این تراکم امنیت تو کوچه و خیابون و خونه و محله و دانشگاه خسته شدم. آخه تا کی این امنیت و رفاه و آسایش باشه؟ آدم شب میخوابه به این امید که صبح بلند شه
خونه‌شو دزد زده باشه ولی صبح بالا میشه هیچ خبری نیست، هیچ کس خونه‌شو نزده. به این امید از خونه میاد بیرون که خلاصه یه دیم که از این ماموران پلیس از هر نوعش که باشه با باتومی چیزی بزنه آدمو درب و داغون کنه، یه تیغ کاتری بکشه، اما هیچ خبری نیست. بابا یه تذکر لسانی مینیمم، یه امر به معروف نهی از منکر، اما بازم هیچ خبری نیست. خواهش میکنم لااقل یه جریمه. پس جریمه چی میشه؟ نه بابا از این قیافه تکراری خسته شدم دیگه، آدم تا کی این قیافه رو باید تحمل کنه؟ لااقل یه بادمجونی چیزی این بالا بکارن آدم خیالش راحت باشه. دیگه نمیتونم تحمل کنم، بنابراین خودمو خواهم کشت تا دیگه نمیتونم. باشه، من هم جای تو بودم خودم رو میکشتم، ولی حالا که جای تو نیستم تو خودتو بکش تا یه هیجانی هم برای ما باشه. آخه چقدر هیجان بود. خیلی من همونطور که شنیدید انتقادات اومد همیشه در صحنه بود که با همدیگه به اون نگاه کردیم و گوش کردیم. اگه شما موافق باشین در این قسمت میخوام من هم انتقاداتی رو نسبت به دولت آقای احمدی نژاد بکنم تا به گوش مسئولین برسه. آقای احمدی نژاد، چرا من اینقدر آزادی بیان دارم که هر حرفی دلم بخواد میتونم بزنم؟ اگه من جای شما بودم تو دهن خودم فلفل میریختم. چرا من اینقدر آزادی پوشش دارم؟ چرا من همه موهام بیرونه؟ من اگه جای شما بودم موهامو چهارا میزدم. متوجه شدین؟ آقای احمدی نژاد، چرا ما اینقدر آزادی پوشش داریم در حالی که شما دارین با اون کاپشن جوادتون این برنامه رو میچرخین و همه به شما میخندن؟ خبرنگاری که از آزادی زیاد رنج میبرد، غلامرضا قیانوری. رژیم غرقه در بحرانی که داره با کله میره به سمت دره سرنگونی و البته به قول گماشته ولی فقیه پاسدار هزار تیر احمدی نژاد بی ترمز و بدون دنده عقب داره میره. خب نیاز داره که به هر بدبختی که شده یه طوری جست قدرت بگیره که نیروهاش نریزن یا کمتر بریزن. این جست و فیگورها که طبعا به دستور خامنه ای بایستی انجام بشه بعض وقتا خیلی خنده‌دار میشه. مثلا تصویری که خواهید دید مربوط است به پاسدار جعفری که بعد از ریزش و بریدگی رئیم صفوی اومد به جای اون شد رئیس سپاه جهل و جنایت. داره در مورد فتوحات و اختراعات و ابداعات رژیم در زمینه سلاح‌های جدید صحبت میکنه. ساخته شده با این صفحه نمایشگر، شلیک کننده میتونه پشت دیوار یا پشت یک مانع بیسته بدونی که خودش در معرض خطر قرار بگیره از طریق این صفحه نمایشگر، چه به سمت راست و چه به سمت چپ هدف رو ببینه و شلیک بکنه. اولا که از این سلاح سالهاست که ساخته شده، مورد استفاده هم قرار گرفته. این از نفهمی و بی اطلاعی این سرپاسدار از مرحله پرت. ثانیا این حقبازی که میخواد بکنه این خیلی خنده داره، میگه که اولین کشوری هستیم که طراحی بومی خودمون رو ساختیم. انگار بقیه مثلا طراحی بومی کشور بغل دستیشون رو می ساختن. اون یکی سلاح هم که تقریبا هم نسل سلاح های پدافندی جنگ جهانی دومه، وقتی نشونش میدن آنچنان پوز میده که انگار فضا رو تسخیر کرده. انواع پهباد